مسئولان سکتور خصوصی افغانستان به همکاری وزارت صنعت و تجارت حکومت امارت اسلامی روند صادرات میوه خشک و زعفران افغانستان را به اروپا از راه زمین آغاز کردند. این روند امروز با ارسال 120 تن میوه خشک و زعفران افغانستان به ارزش 2 میلیون دلار از راه زمین به اروپا توسط مقامات وزارت صنعت و تجارت حکومت رسما آغاز گردید. مسئولان امارت اسلامی و سکتور خصوصی روند صادرات میوه خشک افغانستان را از راه زمینی به اروپا کلید زد. مولوی قدرت الله جمال معینی وزارت صنعت و تجارت حکومت از شهروندان کشور خواست که از تولیدات داخلی کشور استفاده کنند تا مشکلات اقتصادی کشور با زودی حل شود. دغه رقم خوراکي توکي، دغه رقم دوا، همدغه قسم دغه وچې میوه لنده میوه، الحمدلله موږ تاسو سترګو لیدلی حال ده. په هیوادوالو غږ کوم چې له خپلو مصنوعاتو نه، له خپلو تولیداتو نه یو ښه استفاده وکړي. در همین رابطه ثناءالله نوید رئیس گمرکات کابل میگوید یک محموله 120 تنی که شامل میوه خشک و زعفران به ارزش 2 میلیون دلار می باشد امروز از طریق راه زمینی به کشورهای اروپایی حرکت می کند. په دې محموله کې وچه میوه او زعفران دي چې تقریبا د 2 میلیون دلار په ارزښت اروپایي هیوادونو ته لکه جرمنی، هایلند او بلجیم او اتریش ته صادریږي. دا د افغانستان لپاره یو ښه زیری دی. صادرات افغانستان با مشکلات زیادی روبرو هست، از آن جمله ترانزیت موتورها هست که دریوران و شرکت هایی که اموال تجارتی افغانستان را به کشورهای بیرون انتقال می دهند میگویند که آنها نمی توانند موتورانشان را از مرز به او طرف کشور انتقال بدهند. امرالدین استانکزی مسئول کمپانی اینترنشنال ترانسپورت گفت این محموله 120 تنی امروز از گمرک کابل حرکت کرده و از مسیر بندر حیرتان و ازبکستان به کشورهای اروپایی از جمله بلژیک، اتریش، هلند، فرانسه و جرمنی صادر می شود. دغه محموله چې موږ تاسو ته دي شاهد وونن 140 تنه ده چې زیاتره د 2 میلیون ډالر ارزښت لري مالی چې دا بنن له خیر افغانستان نه له کابل ګمرک نه حرکت کوي، بیا به زی حیرتانو ته الته به لوټ کیږي ازبکي موټرو ته، بیا به په ازبکستان کې لوټ کیږي اروپایي موټرو ته. از سوی هم خانجان الکوزای معین اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفت آنها در بخش تجارت با مشکلات روبرو هستند و گفت مشکلات بانکی، تعذیرات جهانی و مشکلات ترانزیتی از مشکلات است که تاجران با آن مواجهند. دیگه هیچ شک نشته ده چې ستونزه بای منګه بعد بانکی ستونزه سره مخامخ یو، منګه بعد نورو تعذیرات سره مخامخ یو. دغه موټر چې تاسو وینئ که چیرته د دې د پاره کار وشي او زما د دې موټر د فاره زمينه مساعده شي او دا د حیرتانو نه واوړي او اسیای میانته ته اجازه ورکړ شي، د ټی آر آر د سیستم په مطابق باندې کارنیټ ورته ورکړ شي، دا جرمنی ته ورسیږي، دا معلومات ډیر ارزانه تمامي. این در حال است که حدود یک ماه قبل روند صادرات جلغوزه افغانستان از مسیر زمین به کشور چین نیز آغاز شده بود. مصطفی شهریار، تلویزیون استقلال، کابل.